نوع string هستش، یعنی از نوع تکست هستش، پس همون 20 کاراکتر براش کافیه. و مقدار سومی رو هم از نوع integer میگیرم که حتما باید مقدار صفر رو براش در نظر بگیرم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه آخه انبار خالی هستش دیگه. اما در اینجا من میام شروع میکنم، میگم dime i و j و z و مثلا d از integer و شروع میکنم حلقه هام رو ساختن. نگاه کنید، اولین کاری که میکنم برای دی مقدار در نظر میگیرم دی مساوی است با، ببخشید، دی مساوی است با مقدار این دیتا ست پارتیشن دات تیبل، پرانتز باز پرانتز بسته، توش حالا یه دابل کوتیشن دابل کوتیشن، دات روز دات کانت. یعنی عملا تعداد رو باید به این شکل بشمره و قرار بده درون مقدار دی. تعداد الان وارد دی شد، پس عملا الان دی مشخص کننده این است. ببینید الان تعداد کانت این جدول چقدره؟ الان تعداد کانت این جدول 51، از صفر شروع شده تا 50 رفته، چون اولیش من از صفر شروع کردم از نوع اوتو نمبر نمیتونم برم، پس عملا از صفر شروع کرده و تا 50 رفته، در صورتی که 51 به نظر میادش. پس عملا این کانت منهای یک باید بشه، چون الان تعدادش میشه 50 تا، در صورتی که میشه 51، در صورتی که من منهای یک میکنمش که عملا بشه بازم 50 تا، ولی میتونم این منهای یک رو نذارم و عددم رو از 51 شروع بکنم، یعنی عملا اولین ثبت من روی عدد 51 خواهد بود. حالا میام اینجا شروع میکنم، میگم ببینید for i برابر است با از یک، حالا مقداری که i هستش، ببینید شماره انبار این هستش، پس مقدار اولی میشه r، اون انباری که من در واقع دارم براش میزنم r، and اون مقداری که حالا اولیش میشه همون d در واقع، ببینید اون مقدار اولی میشه d که عملا داره میگه که چه شماره‌ای برای اون انبار در نظر گرفته شده. حالا d شماره است، من باید یک دونه حالا کد همینجوری به صورت اتوماتیک بزنم. اما مقدار دومی چی هستش؟ من مقدار r رو در نظر میگیرم، یعنی میام اینجا میگم اولین شماره اون انبار هستش and مقدار i. مقدار i چی هستش؟ اون مقدار انباری است که من دارم وارد میکنم. شماره انبار از کجا باید خونده بشه؟ ببینید من اینا رو جمعش میکنم، عملا این قسمت ها رو نمیخوام و فقط از بخش information بخش new partition رو میزنم. از اینجا قرار از text box 1.txt بخونه، پس میام میگم i مساوی است با ول text box 1.txt به همین راحتی. خب حالا میگم i رو از اینجا بخون، یعنی r میشود مثلا میگیم انباره و i میشود عدد اون متغیری که قراره شماره انبار رو بخونه. اما از تعداد قفسه ها دیگه فرق داره، من میام قفسه ها میگم j، میگم for j برابر است با از یک تا ولی تکست باکس 2.txt، که عملا این مقدار بیانگر این هستش که من چه تعدادی باید برای این در نظر بگیرم. دوستان دقت بکنن، سریعا بعد از این یک اند باید در نظر گرفته بشه و سریعا تو دابل کوتیشن دابل کوتیشن میگم که حتما باید این یک پارتیشن باید داشته باشه و باز هم یک اند در نظر گرفته بشه و مقدار جی رو براش مینویسم، یعنی میگم که مقدارت برابر با اون جی باشه. حالا اون جی میتونه هر مقداری در نظر گرفته بشه، حالا از یک تا اون عدد تعداد قفسه ها. اما نکته اساسی این هستش که اگر احیانا مقدار J تک رقمی بود باید یه صفرم قبلش حتما قرار بدیم. ببینید اگر قرار بود تک رقمی باشد یه صفر باید قبلش قرار بگیرد.
vị hành nó thơm nữa các bạn nhá. Nó vị hành nó thơm rồi đó các bạn.